با گذشت سه روز از گروگانگیری 80 تن از شهروندان ترکیه در شهر موسل عراق توسط شبه نظامیان گروه داعش دولت ترکیه از شهروندانش خواست تا این کشور را ترک کنند 49 تن از دستگیر شدگان از دیپلمات ترکیه بودند که در کنسولگری این کشور در شهر موسل فعالیت داشتند 31 تن دیگر نیز کارگرانی بودند که در یک نیروگاه برق کار میکردند احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه طی سخنانی اعلام کرد که گروگانها از نظر جسمانی در وضعیت مناسبی هستند و مذاکرات تا آزادی آنها ادامه خواهد داشت سران گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش از دولت ترکیه در ازای آزادی این گروگانها ها 5 میلیون دلار قرامت درخواست کردند همزمان یکی از روزنامه های نزدیک به دولت ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که این گروگانها آزاد شدند و قرار است فرماندار موسل این افراد را به ترکیه بازگرداند